ریاضی فارغ التحصیل شدم. الانم دانشجو ارشد دانشگاه ایتیش هستم. روی حوزه سامولیتی کار می‌کنم برای ایران شدم. خب خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خوش اومدید. دیگه آخرین راه هاست و آخرین راه است. خسته هم هستید. من سعی می‌کنم که یه کمی ارائه جذابی باشه و حد اکثر سعی می‌کنم که اکثریت بتونن بحث رو فالو بکنن، چون که خیلی موضوع شاید مشهوری نباشه بحث ساب ماجولاریتی. حالا کوزه تخصصی من هم نیست ساب ماجولاریتی اونقدر، حالا شاید اسم دقیق‌ترش دیسکریت اپتیمیزیشن یا کامبیناتوریال اپتیمیزیشن باشه، ولی حالا یه دسته خیلی قشنگی از مسئله های تو این حوزه میشن مسئله مربوط به تابعه ساب ماجولار، که حالا چون که میگم بعیده که خیلی ها بدونن در مورد این موضوع، من سعی میکنم که از خیلی بیسیک شروع بکنم و تهش به اون حالا ریزالتی که رسیدیم تو همین امسال برسم. کاری هم که کردیم یه کار مشترکیه بین این چهار آدمی که میبینید، که حالا ماریو لوچیش الان توی دیپ مایند سال آخر دکتراش بود موقعی که این کارو میکرد، آقای حسنی موقعی که ما بودیم پستا که آقای کرازه بودن و الان استاد یوپنن، آقای کرازه هم که الان استاد ETH هستن و استاد بنده هم هستن. خب بحثو با یه مسئله خیلی معروف به عنوان حالا موتیویشن شروع میکنم. سعی میکنم که همه یه کانسپت ها رو روی این مسئله بیان بکنم. مسئله که هست مسئله اینفلوئنس ماکسیمیزیشن. فرض کنید که یه گراف جهت دار یا حالا بی جهت دارید و حالا هدف اینه که ببینم اگه من یه نود رو انتخاب بکنم چه نودهایی بهشون مسیر هست از طریق این نود، یا حالا میتونم اکستند کنم بگم اگه یه زیر مجموعه‌ای از نودها رو انتخاب بکنم چه کسانی اصطلاحاً تحت تاثیر قرار میگیرن. شهودش هم اینه که مثلا فرض کنید یه شبکه اجتماعی خیلی حالا کوچیک حالا کشیدم اینجا، ولی حالا فرض کنید یه شبکه اجتماعی دارید، یه نفری یه خبری منتشر میکنه، این یال‌ها هم میشن اون کسایی که حالا رابطه فالوور فالوی، یه کسی که یکی دیگر رو فالو کرده فرضاً. و حالا سوال اینه که اگه مثلا یه دسته ای از آدم‌ها یه خبری رو پخش کنن تا کجای شبکه پیش میره و چه کسایی و چه تعداد آدمی تحت تاثیر قرار میگیره. خب این مسئله واسه یه نود به شدت ساده است، صرفاً یه بی اف اس خیلی طبیعیه دیگه. مثلا اگه من بخوام از ببینم نود 6 اگه یه خبری رو بخواد پخش بکنه، کافیه که از با شروع از نود 6 بی اف اس بزنم ببینم که خب چند نفر تحت تاثیر قرار گرفتن. واسه زیر مجموعه هم باز این موضوع بدیهیه، یعنی بی اف اس هم سورسش رو میگیرم دقیقاً همون زیر مجموعه که قراره شروع بشه. اما حالا رو همین مسئله ساده میشه کلی سوالای قشنگ پرسید. مثلا اگه من یه بودجه محدود داشته باشم، مثلا بخوام به 100 نفر یه پولی بدم تو اون همون شبکه اجتماعی که آقا شما بیاید واسه این محصول جدید من بیاید شما تبلیغ کنید، یا مثلا شما بیاید تست کنید صرفا نظرتون راجع به محصول من بگید، اگه خوب بود بگید خوبه، اگه نه بگید بد. و حالا سوال اینه که من کدوم 100 نفر رو انتخاب بکنم که با یه گارانتی خوبی مطمئن باشم که تعداد آدمای خیلی زیادی با خبر میشن از محصول من. یعنی یه جوری هدف من اینه که اون اینفلوئنس اون مجموعه 100 عضویه رو ماکسیمایز کنم. خب همین اول کار می‌بینی که این مسئله به شدت سختیه، چون که فضای سولوشن من انتخاب 100 از N، یعنی یه فضای به شدت گنده و اصطلاح کامبیناتوریال و اونقدر بدیهی نیستش که چی کار باید کرد که تو این فضا من بیام سرچ بکنم. و خب سختی خیلی از مسئله کامبیناتوریال هم دقیقا همینه که من دارم توی فضای به شدت گنده یه سرچ حالا مذبوحانه انجام میدم. حالا هدف اینه که یه جورایی من سمارت باشم، بتونم با یه الگوریتمی ببینم این مسئله رو میشه حلش کرد یا نه. پس این هدف کلی من هست. خب واسه اینکه این کار انجام بدیم اول باید ببینیم که objective function یا اون کاری که من میخوام در نهایت بیشینه بشه، حالا من خیلی حسی گفتم، اونو میشه به یه روش خوبی فرمولیت کرد و حالا اینطوری که من فرمولیتش کردم آیا میشه واسه این فرمولیشن خاص یه روش maximization خوب ارائه داد یا نه. خب پس الان من بذار هر مجموعه S زیر مجموعه نود ها این دیده نمیشه فکر کنم. خب بذاریم پس الان من برای هر زیر مجموعه S از روس هم فرض کنیم V مجموعه رسام باشه، من دوست دارم یه تابع FS تعریف بکنم که FS دقیقا باشه تعداد نودایی که تحت تاثیر اینا قرار گرفتن. خب اگه من اینو همینطوری بنویسم که خب هیچ امیدی به حلش نیست، بعد یه جورایی دیکامپوزش کنم به یه سری تیکه هایی که
ببینم این از چه چیزایی تشکیل شده. شهودن خب این به هر رأس رفت داره. فرض کنین که یه سناریویی باشه، گرافم هم مثلا 100 تا تیکه باشه و من از هر کدوم از اون تیکه‌ها یه دونه نودو بردارم. خب این تابعی که به دست میاد تابع کاملا جمعیه. چون که این 100 تا تیکش ربطی به هم دیگه ندارن و من از هر تیکه میخوام یه نفر بردارم. خب از اینجا یه نفر بردارم 10 نفر تحت تاثیر قرار بده، از اینجا مثلا 5 نفر و الی آخر تعداد کل افراد میشه دقیقاً جمع اینا. چون هیچ اورلپی وجود نداره. اما در حالت کلی اورلپ ممکنه وجود داشته باشه. مثلا چه میدونم ایشون مثلا یه چیزی رو تبلیغ بکنه، مثلا یه تعدادی تحت تاثیر قرار میگیرن، یکی دیگه هم تبلیغ بکنه، احتمالاً یه اشتراکی وجود داره. پس اگه من بیام به ازای هر رأسی بیام یه مجموعه رو متناظر کنم، مثلا اس وی فرض کنید، این مجموعه اس وی باشه کسایی که تحت تاثیر قرار میگیرن اگر وی فعال بشه، اون وقت اف اس من دقیقاً چی میشه؟ میشه سایز اجتماع اس وی ها برای وی آی توی اس، که این لزومن دیگه به شکل جمعی نیست. اگه حالا اون مجموعه هایی که این اس وی ها اگه از هم مجزا باشن میشه جمع، ولی حالا در حالت کلی میبینید که کاردینالیتی اجتماع همین موضوع هم مسئله رو سخت میکنه. مثلا ثابت میشه که این مسئله رو جورتر میدونید، این مسئله ام پی هارت، این پیدا کردن جواب بهینش ام پی هارت. خب حالا سوال اینه که تابعی به این فرم، تابعی که مثلا کاردینالیتی اجتماعی یه سری مجموعه و حالا یه سری تابعی مشابهی که مردم دیدن در این زمانه، اینا یه خاصیت مشترکی دارن که من بگم یه حرکت کلی انجام بدم همه اینا یه جور خوبی حل شن. چیزی که بهش رسیدن یه نوشنیه به اسم ساب ماجولاریتی. ساب ماجولاریتی دقیقاً همین رفتاره. یعنی اینکه مثلا فرض کنید که قرار 5 نفر رو انتخاب بکنید. خب حالتی در نظر بگیرید که مثلا من یه نفر آ رو انتخاب کردم اول، یعنی از آ مطمئنم، یه آقای بی رو می‌خوام اضافه بکنم به این مجموعه. پس الان یه نفر انتخاب کردم، یه آدم جدیدی به اسم آقای بی میخواد اضافه بشه به مجموعه افرادی که من قرار بهشون پول بدم. خب اینو بگیرید سناریو 1. سناریو 2 هم اینه که آ، سی، مثلا دی و ای هم انتخاب شدن، حالا بی رو میخوام اضافه بکنم به اینا. یعنی من آلردی 4 نفر انتخاب کردم، حالا بی نفر پنجم است. شهود ما میگه که تعداد افرادی که توسط بی به طور خاص اضافه میشن به افرادی که تحت تاثیر قرار گرفتن تو سناریو اول بیشتر. یعنی دیفرنس بین حالت اول و حالت دوم توی سناریو 1 بیشتر مساوی سناریو دوم. چرا؟ چون که احتمالاً یه سری که بی شانس اینو داشته که اونا رو تحت تاثیر قرار بده، الان دیگه فعلا تحت تاثیر سی و دی و ای قرار گرفتن. پس بی اونا رو به عنوان آدم جدید اضافه نمیکنه به مجموعه. خب این خاصیت که هر چقدر مجموعه هم بزرگتر باشه، اضافه کردن اعضای جدید تابع من رو که اینجا تعداد آدمایی که تحت تاثیر قرار گرفتن کمتر اضافه بکنه بهش میگن ساب ماجولاریتی. حالا اینو بخوام بنویسم، فرض کنید که یه تابع دارم روی همه زیر مجموعه یه مجموعه مثل وی تعریف شده باشه، به این تابع میگم ساب ماجولار اگه یه همچین خاصیتی داشته باشه. برای هر دو تا زیر مجموعه اف آ اجتماع ب و اف آ اشتراک ب جمعشون همیشه از اف آ و اف بی کمتر باشه جمعش. حالا ارتباط این به این سناریویی که زدم شاید سخت‌تر باشه، یه تعریف دیگری هم هست که دقیقاً همین چیزی که گفتمه. اگه آ زیر مجموعه بی باشه و مثلا یه ایکسی هم توی بی نیفته، یعنی ایکس خارج از این دوتا باشه، اون وقت اف آ به علاوه ایکس، که منظورم به علاوه منظورم اجتماعه، یعنی آ اجتماع مجموعه تک‌عضوی ایکس، منهای اف آ تغییری که x ایجاد کرده روی a، این بیشتر مساوی با تغییری باشه که x ایجاد میکنه روی b. که دقیقا هم چیزی که گفتم. و این دو تا هم دیگر نتیجه میدن، یعنی اثباتش هم ساده است. خب. سناریو خیلی زیادی هست که این تابع ساب ماجولار در واقع ظاهر میشن. این کلمه ساب ماجولار هم کلمه خوبیه. ساب و ماجولار. این ماجولار موقعی اتفاق میفته که این تساوی باشه دقیقاً برای هر a و b. دقیقا میشه تابعای خطی، دقیقا مثال تابعای خطی میشه. این ساب یه جورایی میشه ساب ادیتیو، یعنی یه حالت زیر جمعی داره. حالا بهش میگن زیر پیمانه ای، ولی واقعا هیچ سنسی آدم بهش نداره زیر پیمانه ای اصلا. ولی حالا همون ساب ماجولار برام ولی من میگم، ولی حالا دقیقا حالت ساب ادیتیویتی داره. خب پس حالا من مثلا میتونم خیلی جنرال تر بگم که هدف من ماکسیمایز کردن تابع ساب ماجولار تحت یه شرایطی، مثلا بودجه محدود یا حالا شرایط دیگه که به ذهن میرسه. متاسفانه در حالت کلی مسئله ساب ماجولار ماکسیمیزیشن ام پی هارد.
علتش هم اینه که مسئله مکس کات که خودش یه مسئله امپیارده یه نسخه ای از همین سوال، یعنی مکس کات رو میشه به شکل ساب ماجولا مکسیمیزیشن نوشت. خب پس علت اصلی این مکس کات. من این دوست دارم بگردم دنبال الگوریتمای تقریبی، ترجیحاً با اپروکسیمیشن مالتیپلیکیتیو که حالا زیاد وابسته به اسکیلینگ و اینا هم نباشه، ببینم چنین الگوریتمایی وجود دارن و تا چه حد اصلا میتونم نزدیک بشم به جوابم و سوالای دیگه. خب سوال اول اینه که کانستینت هم چیا میتونه باشه تو مسئله اول، که حالا فقط تنها مسئله مون هست، مسئله اولی وجود نداره. هم تو مسئله که گفتم کانستینتی داشتیم که من بودجه محدوده 100 نفر رو مثلا میخوام انتخاب بکنم، پس مثلا یه کانستینتی که دارم اینه که دوست دارم ماکسیمم بکنم اف اس رو، که الان اف اس یعنی اینفلوئنس زیر مجموعه اس از راس ها، گیون دت این که مثلا سایز اس حد اکثر مثلا یه عدد کایی باشه، مثلا 100 باشه 10 باشه. خب اما اینا تنها کانستینت هایی که من میتونم تعریف بکنم نیستن. مثلا یه دسته خیلی مشهوری از کانستینت های ترکیبیاتی که میشه روی مسئله ایمپوز کرد کانستینت هایی به شکل متروئیدن. متروئید یه سری ساختارهای ترکیبیاتی هستند که میان مدل میکنن، هدفشون هم اینه که یک سری زیر مجموعه از یه مجموعه گنده رو بیان انتخاب بکنن، بگن اینا این ساختار را دارند و اینا این ساختار را ندارند، صرفا همینه. مثلا همین چیزی که من نوشتم سایز اس کمتر مساوی کا، خودش یه متروئید، اصطلاحاً به اسم یونیفرم متروئید میشناسنش. متروئیدیه که شامل همه زیر مجموعه حداکثر کا عضوی هست و بقیه رو ندارد. حالا هر متروئیدی مفهومی هم داره، مثلا یه متروئید دیگه که خیلی معروفه متروئید پارتیشنه. پارتیشن متروئید چی میگه؟ میگه که یه مجموعه دارم، اینو به یه سری تیکه تقسیم کردم، زیر مجموعه هایی برای من خوبن که از هر تیکه حداکثر یکی داشته باشن، این هم باز یه متروئید میشه. پس خیلی مکسنس میکنه، مثلا فرض کنید که شبکه اجتماعی دارین چند دسته آدم هستن، یه سری مثلا علایقشون به یه سمتیه، یه سری علایقشون به یه سمت دیگه است، اصلا یه کلاسترینگ اولیه انجام دادم با تکنیکایی که حالا شنیدید احتمالاً، و حالا من دوست دارم که سرمایه‌گذاری که میکنم انواع متنوع آدم‌ها رو تحت تاثیر قرار بدم، ببینم فیدبک آدم‌های مختلف چیه. صرفاً نمی‌خوام تعداد آدم‌های زیادی تحت تاثیر قرار بگیرم، می‌خوام از هر کامیونیتی یه عده‌ای بشناسن منو. این دقیقاً میشه مسئله من روی پارتیشن متروئید، که از هر کامیونیتی حداکثر 3 نفر رو انتخاب کنم. خب حالا که تعریف دقیق متروئید چیه و اینا دیگه زیاد اونقدر مهم نیست، ولی شهودش همین چیزیه. حالا برگردیم سر مسئله اصلی. حالا پس هدف من اینه که ببینم آیا میتونم یه الگوریتم اپروکسیمیشن پیدا کنم واسه اینفلوئنس ماکسیمیزیشن یا نه. معروف ترین روشی که وجود داشت و داره و احتمالاً خواهد داشت، بدیهی ترین الگوریتمی که به ذهن میرسه اون الگوریتم گریدیه. یه چیزی ما آخر این پیپر بهش رسیدیم که گریدی بهترین الگوریتم دنیاست واقعا. در بعضی از شرایط ولی نه همیشه. ولی واقعا جواب خیلی خوبی میده. گریدی خیلی الگوریتم ساده ایه، یعنی یک بچه دبستانی احتمالاً بخواد این مسئله حل کنه الگوریتم گریدی رو خودش اختراع میکنه. خیلی ساده میگه که خب من هر رأسی رو میدونم که چند نفر تحت تاثیر قرار میده، با کدوم رأس شروع کنم؟ خب اونی که احتمالاً بیشتر از همه تحت تاثیر قرار میده. خب پس رأس V1 رو انتخاب میکنم. بعد میگه که خب حالا کیو انتخاب بکنم؟ بچه احتمالاً یه بار همه چی رو حساب میکنه، به ترتیب کاتای اولو برمی‌داره بچه. ولی حالا مثلا بیاد راهنمایی میگه که خب من V2 رو جوری انتخاب میکنم که به این بیشتر اضافه بکنند. این در واقع V2 میشه آرگ مکس اف وی و V1 منهای اف V1 روی همه وی هایی که باقی مونده. روی وی های باقی مونده اونی که دیفرنس رو بیشترین میکنه رو بردارم. این لزومن نفر دوم تو لیست قبلیم نیست. خیلی منطقی هم هست دیگه. دو نفر رو در نظر بگیرید که جفتشون با هم 100 نفر رو تحت تاثیر قرار میدن. فقط همین 100 نفر. یعنی فقط به این 100 تا یال دارن. این 100 تا هم داخل خودشون میمونه. خب من نفر اولیه رو بردارم دیگه واقعا نفر دومی منطقی نیست بردارم دیگه. اینا آلردی تحت تاثیر این قرار گرفتن. ولی این دو تا با هم تو نفرات اول لیستن. پس میکسنس میکنه که تو هر دفعه که نفر دوم، نفر سوم تا نفر کام من باید یه سری محاسبات دوباره انجام بدم. دوباره باید بیام ببینم که چه کسی حالا که اینا رو انتخاب کردم بهتر میکنه ماجرا. خب این الگوریتم به شدت اگه یکم فکر بکنید میبینید که الگوریتم خیلی طولانیه. یعنی تو گام اول من باید بیام واسه تک تک رأس‌ها بی اف اس بزنم.
ببینم چند نفر در تاثیرن. پس اگه این تا دست داشته باشم این بار باید بی اف اس رام بشود. در گام دوم این منها یک بار باید بی اف اس اجرا بشه، چون واقعا بدیهی نیستش ربط این به اون بی اف اس اولیا چیه. پس این بار این منها یک بار، این منهای دو بار تا این منهای کای به علاوه یک بار، اگه بخوام کا نفر رو انتخاب بکنم که میشه اوردر انکا، انکا بار بی اف اس. اگه بیسیک آپریشن هم بگیرم اجرای بی اف اس، انکا بار تقریبا باید این کار انجام بشه. پس گریدی او انکا. بعد از اینکه گریدی به عنوان اولین راه حل ارائه شد، ملت گفتن خب گریدیو میشه سریع‌تر کرد. علتش هم اینه که خاصیت تاب ساب ماجولار و در این مثال خاص اینفلوئنس ماکسیمایزیشن به من اجازه رو میده که یه حرکتایی بزنم. مثلا همون لیستی که دفعه اول انتخاب کردم، اون لیست اونقدر بدی نیست. ماجرا اینه که از این لیست من میتونم استفاده بکنم. به چه شکل؟ خب نفر اول لیست رو به عنوان رأس اول انتخاب میکنم و نفر دوم لیست رو این دفعه میکشم بیرون. ببینید این آرگمکسی که نوشتم یه فور دیگه، یه فور لوپ کاملا نادانه، رو همه میگرده ماکسیموم رو برمیداره. اما میگم که این آرگمکس رو یکم منطقی تر انتخاب کن، به این شکل برو رو همون لیست قبلیه. نفر دوم رو نگاه بکن، محاسبه کن تابتو، یعنی اف وی 2 و وی 1 منهای اف وی 1 رو حساب بکن. اگه این همچنان از نفر سوم در لیست بیشتر بود، مطمئنی که این نفر دومه بهترین نفری که میتونی انتخاب بکنی. این از کجا نتیجه میشه؟ از ساب ماجولاریتی نتیجه میشه. اینو به عنوان تمرین میتونید ثابت بکنید، تمرین سختی هم نیست. خلاص اگه این از نفر سوم، از مقداری که واسه نفر سوم انتخاب کردم بیشتر بود، این جواب من میشه. اگر نبود چیکار کنم؟ خب مقدارش آپدیت میکنم، دوباره پوش میکنم توی لیست. پس من کافیه که یه دونه ماکس هیپ نگه دارم و تو هر مرحله هر دفعه سر هیپو بردارم اِوالوییت بکنم فانکشنم واسه اون راس. اگه از نفر بعدی هیپ بیشتر بود جواب من اونه، اگر بیشتر نبود میندازمش دوباره داخل هیپ، یه جایی داخل هیپ قرار میگیره و کابار این کار رو انجام میدم. هیچ گارانتی من ندیدم واسه اینکه خب چقدر ران تایم بهتر میشه، وجود نداره. و اتفاقا میشه تابهای ساب ماجولاری ساخت که این بد عمل بکنه، یعنی هر دفعه مجبورش از سر تا ته هیپو دوباره حساب بکنه. ولی اکسپریمنتالی میبینید که خیلی لیزی گریدی وحشتناک سریع‌تر، یعنی اون تابه ها خیلی تابه های بد فرمی هست. جان همون دومی اگه کمتر از سومی بود، یعنی بهتر از سومی نبود، نه نه با خود قبلیه سومی، نکتهش همینه. بیم بذار بنویسم. بیم مثلا فرض کن که الان پس تو لیست اول وی 1 رو برداشتیم. خب الان لیست من شامل چی هست؟ شامل اف وی 2، یعنی برای وی 2 چیزی که جلوش نوشته شده اف وی 2، برای وی 3 کسی که جلوش نوشته شده اف وی 3 است، الی آخر برای وی ان هم اف وی ان. من دیگه مجموعه ها رو نمیذارم علامتش دیگه، این غلطه. اف وی 1 می نویسم، منظورم اف مجموعه تک عضوی وی 1، ولی حالا بپذیرید دیگه این اوکی. خب حالا میام چیکار میکنم؟ میام میگم که خب آقا بیا اینو بردار، خب جلوی وی 2 چی بنویس؟ بنویس اف وی 1 و وی 2 منهای اف وی 2، مقدار آپدیت شده رو بذار. حالا اگه این مقدار از اف وی 3 بیشتر بود، وی 2 جواب منه. چرا؟ چون ثابت میشه که اون وقت اف وی 1 و وی 2 از همه مجموعه دو عضوی بیشتر، همه مجموعه دو عضوی شامل وی 1، چون وی 1 رو انتخاب گریدی اینطوریه که انتخاب میکنی دیگه، انتخاب کردی دیگه، حق عوض کردن گزینه قبلیتو نداری. اما اگه کمتر بود، جلوی وی 2 دیگه الان این نوشته شده، جلوی وی 2 دیگه الان این مقدار جدید نوشته شده، اینو میندازم توی یه جایی توی این لیست قرار میگیره. حالا وی 3 رو میکشم بیرون، وی 3 رو دوباره اِوالوییت میکنم، یعنی اف وی 1 و وی 3 رو منهای اف وی 1 حساب میکنم، دوباره همین دارم. یعنی میگم در بدترین حالت مساوی گریدی ران تایمش، یعنی دقیقاً همون محاسبات گریدی رو انجام میدی. ولی حالا در عمل دیده شده که این خیلی بهتر. مورد سومم یه الگوریتمی بعداً ارائه شد، فکر کنم سال 2014-15 اینا، توی همین آزمایشگاه استاد همین آقای کرازه این الگوریتم داده شد، الگوریتم استوکاستیک گریدی. ایدهش خیلی ساده است. ایدهش میگه که خب تو بیا با همه چک نکن. الان من فرض کنم که رأس اولو میخوام انتخاب بکنم، باید همه رو نگاه کنم. ایدهش اینه که خب بیا با ساب سامپلی از این رأسا تو هر دفعه خودتو کانفرانس بکن، هر دفعه با همه مقایسه نکن. یه مثلا زیر مجموعه 10 تایی بردار، با این 10 تا هر کدوم از این 10 تا بهتر بود اونو انتخاب بکن. بعد اون وقت ریزالتی که میدن اینه که با احتمال خیلی بالایی شما میتوانید به جواب خوب برسید، به همون جواب گریدی حتی، ولی خب با رانتمی به شدت کمتر.
چیزی که اینا ثابت میکنن اینه که تقریبا تو هر مرحله باید n کام تا سمپل از اون مجموعتون بگیرید. مثلا اگه 1000 تا دارید، کاتونم 10ه، 100 تا رو کافیه نگاه کنید، 100 تا رو به صورت یونیفرم انتخاب میکنید تو هر مرحله، کام مرحله قرار این اجرا شه، 100 تا رو نگاه میکنید، هر کدوم از اون 100 تا بهتر بود اونو میذارید تو مجموعت. باز اون مرحله بعدی 100 تا دوباره رندوم یونیفرم میگیرید میرید جلو. خلاص ثابت میکنن که جوابش خوبه. در واقع این n کام نیست، این الگوریتمش هم ویکلی پولینومیال تایمه. در واقع یه لوگ یک برو اپسیلون هم دار، یعنی اگه بخواید اپسیلون کلوز بشید به جوابی که گریدی بهتون میده انقدر تا باید بردارید. حالا اپسیلون اگه به صفر میل کنه این خراب میشه دیگه مثلا. حالا سوال اینه که خب اینا که جواب اصلی رو نمیدن، چون مسئله اصلی ام پی آر ده، چه اپروکسیمیشن ریشیو میده؟ یه تمرین خیلی واس قشنگ و آسون اینه که ثابت کنید که جواب گریدی همیشه یک منهای یک ایوم جواب اصلیه برای اینفلوئنس ماکسیمیزیشن، نه در جنرال. این جنرال لزومی نداره اصلا کلا. بعدا میبینید که این حالت، این حرف واسه مجموعه های جنرال تری هم برقرار هست، واسه تابع های جنرال تری هم برقرار هست، ولی واسه این مسئله که کاتراست میخوام انتخاب بکنم میبینید که اپروکسیمیشن ریشیو یکی هم که تقریبا فکر کنم 63% و تحت شرایطی، یعنی تحت فرایضی ثابت کردن که این بهترین اپروکسیمیشن ریشیوه. یعنی اگه یک منهای یکی اون بله و اپسیلون بخواید بکنید باید اکسپوننشیال بار تابتون رو حساب بکنید مثلا. خیلی بد میشه اوضاع. یعنی واقعا بهترین چیزی که میشه اچیف کرد و داریم و الان بهترین الگوریتم هست الان دیگه، واقعا هیچ تموم شده ریسرچ در این زمینه. اما اوضاع همیشه انقدر خوب نیست. در واقع این مثالی که من زدم خیلی مثال ناقصی بود. علتش اینه که من فرض کردم که همه لینک ها استاتیکن، یعنی اگه آقای ایکس آقای وای یه بار تحت تاثیر قرار داد، هم انگار اون لینکه وقتی وجود داشته باشه این همیشه تحت تاثیر قرار میگیره. خب این غلطه. ربات که نیستیم که هم هر چی گرفتیم درجا فوروارد کنیم به همه فالوورامون، که این شکلی نیست قطعا. یه احتمال این وسط وجود داره. در واقع مدل بهتری واسه سوشال نتورک یه گراف نیست، یه دیستریبیوشن رو گراف است، یه مدل احتمالاتی واسه پخش شدن داده تو شبکه است. خب یکی از ساده ترین مدلای مدل خیلی قدیمیه به اسم مدل ایندیپندنت کاسکید. ایدهش اینه که میگه که آقا شما که یه گراف بیس فرض کن دارید، گراف بیس هم مثلا میتونم برم از توییتر بپرسم که آقا کی کیو فالو میکنه، این میشه گراف بیس هم. چون دیگه هر اتفاقی بیفته خارج از این نیست، اگه یه کسی یه چیز دیگر رو ریشیر کرد یا مثلا ریتوییت کرد زیر مجموعه از این یالاس قطعا، این میشه گراف بیس من. میگه تو هر اسنپ شات یا تو هر واقعه هر کدوم از یالهای این گراف بیس به احتمال پی یا هستن یا نیستن، یعنی به احتمال یک منهای پی نیستن. پس انگار من میتونم یه سری سمپل از اون گراف اصلیه بگیرم و وقت کافیه شما یه دونه سورس تو این گرافتون مشخص کنید بی اف اس بزنید. پس اول هر یا رو به احتمال پی نگه میدارم، بعد یکی رو سورس میکنم میگم حالا تو خبرتو پخش کن، دیگه اون تمام یاله قبل رو نداره دیگه، تا یه جایی میره تو شبکه. این میشه مدل ایندیپندنت کاسکید و میشه با این مثلا یه پیو ایمپوز کرد رو مسئله، یا مثلا از روی سری دیتا ست بهترین پیو پیدا کرد. میشه مثلا گفتش که آقا هر یالی پیش فرق داره با بقیه، اصلا اینا چرا ایندیپندنتن. اینا دیگه میشه استادی بخش مثلا سوشال نتورک و اینفورمیشن دیفیوژن و این حرفا. ولی حالا من خیلی مدل ساده ها رو گرفتم که حرفا سخت نشه. پس هر یال به احتمال پی هست یا نیست. خب حالا میام من روی این مدل جدیده مثلا رو تعریف میکنم. مثلا دیگه الان اون حالت اینو نداره که بیام بگم کاتور اصلا انتخاب بکنم که اینفلوئنسشون بیشتر بشه. اینفلوئنس الان دیگه یه چیز واحدی نیست، این لینک ها فعال یا غیر فعالن تو هر لحظه. سوالی که میتونم بپرسم و امیدی که میتونم داشته باشم اینه که بیام یه جورایی اکسپکتیشن تعداد کسایی که تحت تاثیر قرار میگیرن رو بیشینه کنم. یعنی بگم آقا من در میانگین خوب باشم دیگه، معمولا بهترین کاری که میشه کرد. پس الان تابعا به این شکله، اگه این گاما باشه دیستریبیوشنی که الان گفتم که هر یار یه دیستریبیوشن روی تمام دو به توان ای عضو تمام گراف های ممکنه، اگه ای تعداد یالا باشه، میگم که بیا اگه اچ یه سمپلی از این گامای باشه و اف اچ هم تابع اینفلوئنسی باشه که همین چند تا اسلاید قبل گفتم واسه یه گراف فیکس، اون وقت من دوستم این اکسپکتد رو ماکسیمایز کنم. اوکی پس تا اینجا این اکسپکتد کامل میک سنس میکنه واسه همه. انگار من بخوام ببینم تاثیر یه زیر، اگه مثلا 10 نفر از این کلاس مثلا میخوام انتخاب بکنم ببینم تاثیرشون چقدره، باید بیام رو تک تک سمپلا از این دیستریبیوشنه
بیام اون بی اف اس هم ران کنم با این 10 نفر، جواب همه این بی اف اس ها رو میانگین بگیرم. این چیزیه که این اکسپکتیشن میگه و جواب دست میاد که امیدوارم سمپل بعدی شبیهش باشه. اوکی، خب مشکلی که وجود داره اینه که اصلا این تاور نمیشه حساب کرد، یعنی به خاطر بعدی این مسئله اینفلوئنس ماکسیمیزیشن اینو نمیشه حساب کرد. و خب یه علتش شاید این باشه که خب من اکسپوننشیالی منی گراف دارم و نمیشم یه جوری اینا رو مثلا فاکتورایز کرد و از این حرفا. خب چیکار میکنیم در این شرایط؟ یه اکسپکتیشن دارم نمیتونم حسابش بکنم، خب استیمیتش میکنم با چی؟ با سمپل گیری. میام پس مثلا n تا سمپل میگیرم از گراف های مختلف این مدل، مثلا فرض کنید یه پی رو فیکس کردید، پی مثلا باشه 100، گراف بیس هم داریم، من 100 تا مثلا سمپل از این گراف میگیرم و حالا اینو با چی ریپلیس میکنم؟ با یک انوم سیگما اف اچ آی. پس اگه اچ آی باشن این سمپل های من از این گراف، میگم که این اکسپکتیشن تقریبا مساوی با اینه. حالا هر چقدر تعداد سمپل ها بیشتر بشه این دوتا بیشتر من نزدیک میشن. ولی بله کی شروع شد تاک راستی؟ آره آم 20 شروع شد، من فکرم 45 دقیقه هم صحبت میکنم. خب اوکی بله. خب سوال یک، حالا هر کدوم از این FHS ها FHIS ها اینا انگار چی هن؟ یه رندوم وریبل هن. یعنی من بیام برای شما بگم که آقا خب این سه نفر FS میشه یه رندوم وریبل، درسته؟ پس برای تک تک انگار دو به توان N تا من رندوم وریبل دارم، این اگه تعداد رسام باشه. من خیلی از N استفاده دارم میکنم، یکیش کوچیک یکیش بزرگه. N کوچیک تعداد رساس، N بزرگ تعداد سمپل هم. میتونم S بگیرم که راحت باشه. S که اون میشه، خب اوکی همین N بزرگ. N بزرگا رو میگم ولی N کوچیکه دیگه از این برای. خب منتها مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگه من بخوام خود این FS و ماکسیموش رو پیدا کنم، دوست دارم چه اتفاقی بیفته؟ این سمپلینگی که انجام دادم به ازای همه زیر مجموعه ها یه جوری نزدیک اون میانگین باشن. پس مثلا اگه مجموعه هم دوزی باشه، خب من F توهی رو دارم، F مثلا مجموعه تکوزوی یک رو دارم، رأس یک، F رأس دو رو دارم و F رأس یک و دو. خب حالا من هر میانگین گیری که انجام بدم، مثلا 100 تا سمپل بگیرم، واسه این یه استیمیشن میده، واسه این یه استیمیشن میده، واسه هر کدوم از اینا یه استیمیشن میده. من دوستم چه اتفاقی بیفته؟ واسه همه اینها همزمان استیمیشن هم خوب باشه. مثلا چی؟ مثلا اپسیلون کلوز باشه، فاصله شاید اکثر اپسیلون باشه. یعنی یه جوره یونیفرم کانورجنس میخوام. اگه اینو به شکلی تابع ببینم، یه یونیفرم کانورجنس رو تابع میخوام. خب اینم مسئله سختیه، یعنی معلوم نیستش که واقعا باید چند تا سمپل گرفت و کرون بالایی که به دست میاد روی تعداد سمپل ها یک کرون بالای وحشتناک بزرگ. ولی با یه سری تریک هایی میشه یک کرون بالای معقولی در آورد، ولی باز معلوم نیستیم بهترین کرون بالا باشه. یعنی حالا اینو ما توی پیپرمون یک کرون بالای معقولی واقعا در آوردیم، بیش جلوتر از اونم شاید بشه رفت ولی حالا به ذهن ما چیزی نرسید. ولی خب تعداد سمپل ها وحشتناک زیاد میشه، اوردرش خیلی وحشتناک زیاد. خب حالا سوالی که میشه پرسید اینه که حالا واقعا راهی جو سمپلینگ هست یا نیست؟ یعنی آیا واقعا من باید بچسبم به همون گریدی یا نه میتونم یه جوری مستقیم خودمون اکسپکتد رو ماکسیمایز کنم؟ ایده کجا میاد؟ ایده از استوکاستیک اپتیمایزیشن میاد. ایده اینه که من وقتی که یه مسئله لرنینگ دارم، هدفم اینه که ریسک مینیمایزیشن کنم. ریسکم یه اکسپکتد همیشه، اکسپکتد لاس رو دوست دارم مینیمایز کنم. ولی خب من چی دارم؟ یه سری دیتا پوینت دارم. دو راه دارم حالا، یا امپیریکال بیام کار کنم، یعنی بگم که خب از این راه امپیریکال ریسک رو میگیرم که میشه میانگین این لاس ها به ازای پوینت های مختلف. یه راه یکم بامزه ترش اینه که بیام به صورت استوکاستیک عمل بکنم، یعنی به کمک همین دیتا پوینت هایی که دارم مستقیما بیام اون اکسپکتد رو کم مینیمایزش کنم. و خب ثابت شده که خیلی از لحاظ زمانی و از لحاظ حالا کانورجنس شاید نه، ولی از لحاظ زمانی خیلی بهتر. واسه دیتا ست های وحشتناک بزرگ اصلا شدنی نیست روش قبلی. مثل همین اتفاقی اینجا داره میفته، انگار من سمپل های مختلفم اگه از یه حدی بیشتر بشه اصلا جلوی منو میگیره که گریدی رام بکنم، چون تو هر گام باید بیام به کل سمپل هام نگاه کنم میانگین رو حساب بکنم. خب اما متاسفانه اولین تلاش هایی که میشه در این زمینه رو خود حالت دیسکریت، یعنی که تو هر گام من انگار بیام استوکاستیک عمل بکنم، این به نتیجه نمیرسه. شهودش هم واضحه،
فرض کنید شما 10 نفر میخواید توی شبکه 1 میلیون تایی انتخاب بکنید، 10 گام بیشتر ندارید. معلوم نیست واقعا چه جوری باید این، یعنی چیزی شبیه استوکاستیک گیری، ولی استوکاستیک نه به اون سنسی که یه ساب سامپل بگیرم، استوکاستیک به این سنس که مثلا استوکاستیکه. چطور میتونم مثلا یه جهت تصادفی بگیرم و مطمئن باشم بعد از 10 گام کانورژ کردم؟ این اصلا ممکن نیست واقعا. پس تو حالت دیسکریت امیدی به این نیست. حالا نمیگم که نشدنیه، به نظر ما چیزی نرسید، به ذهن ما چیزی نرسید در این زمینه. ایده دوم چی بود؟ ایده دوم این بود که آیا راهی هست که خلاص بشم از این شرایط دیسکریت و پناه بیارم به مسائل کانتینیوس. خوشبختانه این پل بین مسئله دیسکریت و کانتینیوس بارها زده شده و خیلی از مسئله ها که مدت ها حل نشده بودن با هر کدوم از این پل ها یهو حل شدن. به طور کلی اولین پلی که من میشناسم آقای لوست. آقای لوست اومد گفتش که خب فرض کنیم یه تابه ساب ماجولار داریم. مسئله که اون موقع خیلی باب بود مسئله ساب ماجولار مینیمایزیشن بود. دوست داشتن مینیمم یه تابه ساب ماجولار رو پیدا کنن. یه نسخهش مثلا چیه؟ مسئله ساب ماجولار مینیمایزیشن مین کات مثلا. مینیمم کات رو مثلا توی گراف میخوام پیدا کنم. مکس کات که مثلا ساب ماجولار مکسیمایزیشن بود. حالا تابه کات یه تابه ساب ماجولار، حالا مکسیمایزش کنیم میشه مکس کات، مینیمایزش کنیم میشه مین کات دیگه. خب هدفش این بود که آقا واقعا میشه اینو یه جوری یه شکل دیگه‌ای به شکل کانتینیوس بهش نگاه کرد یا نه، و موفق شد که یه اکستنشن ارائه بده به اسم لوست اکستنشن که کانوکس باشه. ببین همه چی با هم میخونه. برد تو دنیای کانتینیوس، مسئله‌اش مینیمایزیشن بود، از قضا اکستنشنش چی شد؟ کانوکس شد که خوراک مسئله‌های کانتینیوس اپتیمایزیشنه. پس من یه مسئله کانوکس اپتیمایزیشن دادم و راحت میتونم حلش کنم. بعدها کلی روش ارائه شد که آقا چجوری مسئله کانوکس رو بهتر و افیشنت‌تر رو اینو حل کنم. ولی وقتی اصلا این داده شد دیگه همه گفتن آقا حل شد دیگه، همه چی پولینومیالی تایم حله، مسئله ساب ماجولار مینیمایزیشن که دسته خوبی از مسئله ها بود. حالا منظورم از اکستنشن چیه دقیق‌تر بخوام بگم؟ ببینید تابه‌هایی که داشتیم تابه‌هایی بودن که رو زیر مجموعه تعریف شده بودن. حالا من میتونم هر زیر مجموعه ای از یه مجموعه رو، پس که این مجموعه n عضوی دارید، n کوچیک، یه مجموعه n عضوی، هر زیر مجموعه شما من میتونم با یه بردار باینری نشون بدم دیگه، یعنی یه سری صفر و یک، صفر اگه نیومده باشه یه عضوی، یک اگه اومده باشه یه عضوی. حالا ایده چیه؟ ایده اینه که خب این میشه یه بردار تو Rn. پس انگار مجموعه همه زیر مجموعه های یه مجموعه میشن رأسای اون مکعب n بعدیه تو Rn، در واقع میشه مجموعه صفر و یک به توان n. حالا اکستنشن کم کم معنادار میشه، یعنی اینکه آیا من میتونم یه تابع f hat f tilde مثلا پیدا بکنم که رو کل بازه 0 و 1 به توان n تعریف شده باشه و روی رؤوس مکعب دقیقا مساوی مقدار تابع اصلی باشه. اوکی، پس مثلا فرض کنیم مجموعه دو عضوی داریم، دقیقا رأسای مربع میشم زیر مجموعه ها. حالا من یه تابع میخوام رو کل مربع، میتونم این کارو بکنم به شرط اینکه رو رأسا دقیقاً تابع جدیدم با تابع قبلی مساوی باشه و حالا مثلا لوست گفتش که کانوکس هم باشه. لوست تونست این کارو بکنه. خب ایده چیه؟ خب من میام کانکیو اکستنشن بدم حالا. یعنی بگم که خب بیام همون کاری که لوست کرد ببینم میشه یه جوری اکستنشنی داد که کانکیو بشه. یعنی بیام پا در قدم‌های آقای لوست بذارم، اون آخرش که داشت میرفت سمت کانوکسیتی من اینوری بپیچم برم سمت کانکیویتی. چون من می‌خوام ماکسیمایز کنم. نکته اینجاست که این یه دیواری بغل دست آقای لوست هست که نمیذاره من برم اینوری. اون دیواره چیه؟ دیواره هاردنس. یعنی به محض اینکه بتونم مثلا یه اکستنشن افیشنت ایجاد بکنم مثلا ام پی آر رو حل کردم، ماکس کات رو مثلا حل کردم. پس این واقعا وجود نداره. یعنی حالا وجود نداره هم دقیق‌تر میفهمید که یعنی چی وجود نداره. خب شما یه تابع کانکیو تعریف می‌کنید و اکستنشن هم هست. ما خودمون یه تابع کانکیو اکستنشن دادیم، ولی اون کانکیو اکستنشنی که اپتیمیزیشنش معادل با اپتیمیزیشن مسئله اصلی باشه اون وجود نداره. لوست اکستنشنی که داده دقیقاً مینیممش مساوی مینیمومای تابعت. یعنی حل کنی مسئله اصلی حل شده، اصلا هیچ نیازی به تلاش اضافه‌ای وجود نداره. ولی این مسئله پایینیه اگر هم وجود داشته باشه نیاز به یه تلاش اضافه‌ای داره که حالا می‌بینید تلاش اضافه چیه، و اون تلاش اضافه باعث میشه که همونجا از دست بدید اپتیمالیتی. خب این بینم یک اکستنشن دیگه هست که وندراک شوهر آقای خانم میرزاخانی، آقای وندراک شوهر خانم میرزاخانی، درست تر شد، ایشون اینو ارائه داد. وندراک اومد گفتش که یه اکستنشن دیگه هم هستش که یه
حالت احتمالاتی میده به قضیه. محمد اصلا دو تا اکستنشن بالا و پایین رو کانتیل اکستنشن وجود داره، نمیشه محاسبش کرد در واقع، ولی خب افیشن نیست. اینا رو هم به همین زبون نوشت، به شکل آماری نوشت، به شکل احتمالاتی نوشت. گفتش که چی بگیریم؟ بیاییم برای هر زیر مجموعه از مجموعه یک تا N بیاید انگار یه دیستریبیوشن بگیریم. پس الان ها کنید دارم یه اکستنشن میسازم، یه نقطه داخل اون مکعب انبودی در نظر بگیرید، فرض کنید کوردینتش باشه x1 تا xn، هر کوردینت بین 0 و 1. خب عدده بین 0 و 1 هم میتونم به چشم احتمال ببینم. خب میگه که این نقطه یه توزیع انگار داره تعریف میکنه، توزیع هم اینه دقیقا. ضرب xi برای ii تو s دقیقا یعنی چی؟ یعنی احتمال اینکه اعضای s بیایند. اگه من دیستریبیوشن هم دقیقا بگیرم، به احتمال x1 عضو اول رو انتخاب بکن، به احتمال x2 عضو دوم رو انتخاب بکنه الاخر، پس پای xi برای ii توی s دقیقا یعنی احتمال اینکه اعضای s انتخاب شوند. اون ترم دوم یعنی که احتمال اینکه اعضای خارج از s انتخاب نشوند. خب یعنی دقیقا احتمال اینکه s انتخاب بشود. و این سیگما رو f s ضرب در این عددم یعنی چی؟ یعنی میانگین تابع f روی این دیستریبیوشن. پس واقعا اکستنشنش خیلی اکستنشن نچرالیه، هر نقطه از هایپر کیوب مکعب این بودیو به چشم چی میبینه؟ به چشم اکسپکتیشن میبینه. حالا این شما اینا رو بیارید رو رسا، رو رسا ایکس آی همشون یا صفرن یا یکن، میبینید که این مجموع فقط یه ترم داره. اگر بیام به رسی که متناظر با مجموعه مثلا تی باشه، این سام فقط به ازای اس مساوی با تی ناصفره، بقیه‌شون همشون ایکس آیشون چون که صفر و یک های جوری تنظیم شده که یکی از اون پروداکت ها صفر بشه، فقط روی تی مقدارش میشه یک. می‌بینید که بس این یه اکستنشن انگار، یعنی رو اساس دقیقاً مصاحبه تا به قبلی است. و به کمک این اکستنشن ثابت کرد یه چیزی رو که حالا جلوتر میگم، ثابت کرد که اون یک منهای یک یوم در حالت جنرال تر هم برقرار. اف کوچیکش هم لوازه اینجا؟ نه، اف کوچیک تابع ساب ماژولار. خب اگه بخوایم اکستندش کنیم مجبوریم همون لوازه بزنیم، نه؟ نه دیگه، این اف اس اینجا زیر مجموعه است، نیازی به اکستنشن نداره. اف ایکس نیست. میزانی که در اون جهت رفت یهو میگیره، اگه در اون جهت ناصف باشه تو اسم میاد. تو تعبیر زیبایی هم بود که نشینده بودم تا حالا. آره، پس اینو میتونم به این شکل بنویسم، انگار یه اکسپکتدی روی اف اس اس که دیستریبیوشن هم مرتبط به نقطه ایکس. اوکی، حالا جالبه، من فرض کنم که بیایم موتیلین اکستنشن رو روی این مسئله حساب بکنیم، روی همین مسئله اینفلوئنس ماکسیمیزیشن، میبینی که اتفاق جالبی میفته. خب پس مسئله اصلیم چی بود؟ اف اس چی بود؟ اف اس این بود اکسپکتد گراف هایی که از این توزیع گاما مثلا میان و اف اچ اس، که اف اچ اس هم دقیقاً میشد اینفلوئنس گراف اچ. خب حالا من بیاین مولتی لینیر این تابع اف رو که اصلا خودش هم نمیتونستم حساب بکنم، ولی حالا تئوریتیکلی میتونم حساب بکنم مولتی لینیرش رو دیگه، بیام اف ایکس رو حساب بکنیم. اف ایکس میشه اکسپکتیشن روی ساب ستا، البته این یه ایکس هم لازم داره دیگه وابسته به ایکس این اکسپکتیشن، از تابع اف که خودش اکسپکتیشن روی اچ هست. خب حالا چون که اینا هر جفتشون متناهیان، هم سمپل های اس متناهیه هم سمپل های اچ متناهیه، من میتونم جای اکسپکتیشن ها رو عوض بکنم. اگه جای اکسپکتیشن ها رو عوض کنم، میبینید که این داخل چی به دست میاد؟ چی اون وسطیه؟ مولتی لینیر خود اف اچ، درسته؟ پس پس یه جوره مولتیلینیر اکستنشن دوست اکسپکتیشنه، یعنی اتفاقا به درد مسئله های من میخوره. اگه مثلا من تابش به فرم اکسپکتیشن باشه، مولتیلینیر یه جوری به صورت خطی داره عمل میکنه. و حالا سوال اینه که حالا مولتیلینیر یه دونه از اینا چیه؟ مولتیلینیر اف اچ ایکس چیه؟ خب اینم میشه حسابش کرد، اینم حساب کردنش خالی از لطف نیست که حسابش بکنی. چجوری میشه اینو حسابش کرد؟ خب این میشه سیگما اف اچ اس پای ایکس آی برای آی آی توی اس و یک منهای ایکس آی برای آی توی یک منهای اس توی اس نات. خب به نظرتون کسی ایده‌ای داره که اینو بشه به یه شکلی دیکامپوزش کرد که جمع راحت تر بشه؟ الان یه جمع اکسپوننشیاله روی همه سابست های رأس هست. چجوری؟
ببین الان هدفم اینه که اینو این خیلی خب جمله های زیادی داره. خب من دوست دارم که یه جوری جمله اینو گروه بندی کنم، دسته بندی کنم، مثلا بر اساس رأسا. بر اساس رأسا میشه اینو گروه بندی کرد. ده ثانیه فکر کنید. بفهم. خب؟ آها. خوب گفتی، خوب گفتی. حالا دقیقا توپولوژیکال سورت نه، ولی خیلی خوب گفتی. من تقدیر میکنم. میخواید یه تشویق بکنید. نه واقعا همینه ایده. واقعا همینه ایده. واقعا. خب ایده چیه؟ ایده اینه که ببینید، حالا توپولوژیکال سورت بکنید، محاسبه این کار ما راحت تر میشه، یعنی محاسباتی ساده تر میشه. ولی ببینید ناگهان هر رأسی، خب با ببینم تاثیرش تو این سام چیه دیگه، تو این سامی که دارم. خب مثلا یه رأس ویو در نظر بگیرید. خب این وی که این ستاره اینجا خورده، همه این کسایی که به وی مسیر دارند رو اسمشو اون مجموعه رو بذارید پی وی. خب الان ناگهان وی تو این مجموعه چه تأثیری داره؟ FHS اگه V تحت تاثیر قرار بگیرد یه دونه یک اضافه میکنه، اگه تاثیر نگیرد یه دونه صفر اضافه میکنه دیگه، درسته؟ خب پس من کافیه ببینم بذار تک تک رأسام هر کدومشون چند بار توی این مجموع اومدن و جمع بزنن. حالا یه ویو در نظر بگیم، میخوام ببینم تاثیر این رأس V رو اینا چیه. خب میام میگم که خب آقا V کی تحت تاثیر قرار میگیره؟ موقعی که اون مجموعه S که انتخاب میکنم یه کسی باشد که به V مسیر داشته باشه. منطقیه دیگه. خب و این یعنی یا این یا غیر از این دیگه، یعنی اگه کسی هم نباشه پس وی تحت تاثیر قرار نمیگیره. پس من میتونم اینو این شکلی بنویسم، بیام بگم که آقا اگر یعنی ایندیکیتور این که اجتماع پی مثلا یو آر رو بگیرم برای یو آی توی اس، اگه وی الان آقا این پس ببخشید پی یو نیست، اگه S اشتراکش با پی وی توهی باشه این یه دونه اضافه میکنه، اگه S اشتراکش با پی وی توهی نباشد این هیچی اضافه نمیکنه. حالا این FHS هم جمع ایناست، جمع یه تعدادی از ایناست. خب و اگه expected بگیرم این یه expectation دیگه انگار، اگه expected بگیرم میشه احتمال، ایندیکیتور میشه احتمال. حالا احتمال این که S اشتراکی با پی وی داشته باشد نداشته باشد چقدره؟ کدومش ساده تره؟ خب ساعت آخره دیگه، خیلی خسته شدی. احتمالی که اس با پی وی اشتراک نداشته باشه راحت تر. چرا؟ چون که مطمئنم که هیچ کسی از پی وی رو نباید انتخاب بکنم. احتمال این اتفاق یک منهای ایکس آی ضربش برای آی توی پی وی، مطمئن باشم که اینا انتخاب نمیشون. حالا احتمالی که داشته باشد میشه یک منهای اوکی. پس جواب نهایی من میشه سیگما اینا به ازای وی‌های مختلف. خب پس می‌بینید که اتفاقاً مولتی لینیره خیلی ساده حساب شد، یعنی اکسپوننشیال تا جمله داشت ولی به خاطر ساختار مثلا شد به تعداد رأسا جمله‌هاش و هر جمله‌اش، ولی خب یه حالت مولتی لینیر داره و خیلی چیز بدی هم هست. اون یک منهای پای یک منهای ایکس آی یه عبارت جبری خیلی بدی هست. چی؟ آها علتش این نه تابش کانکیو نه کانوکس. در حالت کلی اصلا تابای مولتی لینیر نه کانوکس نه کانکیو. بنابراین هیچ امیدی به پیدا کردن مینیمم یا ماکسیمومش نیست. امید هست ولی خب گارانتی نیست. خب پس تا اینجا جلو رفتیم. خب یه تابع نان کانوکس و نان کانکیو دارم و حالا میخوام اینو ببینم که میتونم یک نقطه اپتیمومی ازش پیدا کنم که یه سری گارانتی هایی برای من داشته باشه. یه سری ایده ها واسه این کار وجود داره. یه ایده خیلی ساده اینه که بیام یه تابعی بسازم که یه کران بالای خوب واسه این باشه و اون تابع هم تابع کانکیو باشه. مثلا فرض کنید که یه تابع این شکلی بهتون دادم و ازتون میپرسم که کیفیت نقاط اپتیمومش چقدر، یعنی کیفیت جواب تو اون دو تا قله ها چقدر. خب یه راه اینه که یه کارهای سختی بکنید که معلوم نیست که راه نیستیم،
راه دوم اینه که بیام بگم خب آقا من این تابعه میسازم که خیلی شبیه به این تابعه باشه ولی کانکیو باشه. اون وقت بیام اپتیموم اون کانکیو رو بیام بگم چقدر گارانتی وجود داره. خب چون مطمئنم که دیگه فقط یه دونه اپتیموم داره دیگه کارم راحت تر میشه. خب همچی کاری هم میشه انجام داد اتفاقا. یعنی شما برای هر تابع افی چه کانوکس چه کانکیو چه جنرال کلا یه دوالی براش میشه درست کرد به اسم فنچل دوال اصطلاحا، که البته دو جور فنچل دوال وجود داره. من اینجا چون که میخوام یه تابع کانکیو بسازم کانکیو فنچل دوال رو دوست دارم. پس یه تابع اف ستاره ای وجود داره که این اف ستاره شهودش اینه که تابع شما رو به جای اینکه توسط نقاطش بیان بکنه توسط مماس‌هاش بیان میکنه. شهودش اینه که به جای اینکه تابعتون رو بگی که خب به ازای نقطه x مقدار تابع مثلا شده fx، به جای که این شکلی تابعتون رو بیان کنید میاد تابعتون رو به شکل یه مجموعه میبینید که مماس‌هاش اینان. به جای گفتن مقدار تابع مماس‌ها رو میگید، یعنی میگید که تابع من مماس در این جهتش اینجاست 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 اینجاست، بی‌نهایت مماس رو مشخص کنید. اون کلافی که داخلش میفته انگار میبینید که ای بابا نمودار تابعم. پس این اف ستاره جنسش چیه؟ اف ستاره به عنوان ورودی یه شیب میگیره و به شما میگه که این شیبه کجا به تابعت میچسبه، چقدر این خطی که از صفر میگذره با شیبه مثلا اس چقدر اینو تکون بدم که بچسبه به تابعم. انگار داره بهتون تمام این مماس ها رو بهتون میده و شهودن اگه شما تمام مماس ها رو داشته باشید دوباره میتونید خود تابع رو ریکانستراکت بکنید. شهودن اگر تابعتون مثلا کانکیو باشه، یا اگه مماس های از زیرو بگیرید شهودن میتونید درست کنید اگر تابعتون کانوکس باشه. ولی اگه نباشه چه اتفاقی میفته؟ مثلا اینجا شما هیچ وقت همچین مماسی نداره، اصلا این مماس به حساب نمیاد. مماس منظورم اینه که یه چیزی که کل تابعتون بیفته زیرش، یا حالا تابعت کانوکس یه چیزی که تابعتون بیفته بالاش. این مجبوره که مماسا رو کیا رو بگیره؟ مجبوره اینا رو به عنوان مماس بگیره. خب من از همین واقعیت میشه استفاده کرد و دوباره از این اف ستاره دوال گرفت و میبینید که اگه دوبار دوال بگیرید خب برمیگردونه حالت قبلی دیگه. حالت قبلی منتها توانایی رو نداشت که این تیکر رو انکد کنه. چی براتون انکد میکنه؟ اون تاب کانکیوه که چسبیده از بالا توسط اون مماسا. به این میگن فنچل بای کانجوگیت و ثابت میشه که این کوچکترین تابعیه که کران بالای تابعتون هست و کانکیو. باز واسه کانوکسش هم دقیقاً همینه. خب حالا تابعایی که من داشتم تو این اسلاید قبلی دیدید به این فرمتن، یعنی این ترم توشون هست، یه جمعی از ایناست، یه جمعیه که ضرایبشون هم تمامشون یکه. من میخوام این کران بالا درست کنم. فنچل بای کانجوگیت اگه حساب بکنید میبینید که تابعتون خیلی اتفاقا ساده میشه. میشه مینیمم یک و سیگما ایکس آی، یعنی به جای یک منهای پای یک منهای ایکس آی شما مینیمم یک و سیگما ایکس آی دارید. اوکی. خب حالا سوال اینه که این چقدر تابع خوبیه، یعنی مثلا این فاصله چقدره؟ چقدر فاصله دارم با تابع اصلی هم؟ اگه سوپریموم بخوام بگیرم رو کل فاصله هایی که این تابع بالاخره مجبور یه سری جاها روپوشونی کنه دیگه. اگه کانکیو بود این عدد صفر میشد، حالا که کانکیو نیست. سوالی که این عدد چقدر؟ و جواب چنده؟ جواب اینه که این همیشه یک منهای یک ایوم. و این واقعا چیز عجیبی. اون یک منهای یک ایوم قبلیه که تو گریدی ثابت میشه چیز کاملا ترکیبیاتیه. ولی این برمی‌دونه که چیز کاملا جبری و هندسی دوباره همون یک منهای یک ایوم رو ریکاور کرد. یعنی اینکه این از اون تابع اصلیه همیشه بزرگتر هست ولی همیشه از یک منهای یک ایوم همون تابع اولیه کمتر. پس توی یه در واقع اینتروال سیفی میفتن، همیشه از اون تابم بیشترم همیشه از یک منهای یک ایومش کمترم. همین باعث میشه که اپتیمال هم دقیقاً همین خاصیت رو داشته باشن. نقطه‌ای که مولتی لینیر ماکسیموم میشه حد اکثر چقدر کیفیتش بهتر از منه؟ یک منهای یک ایوم تا بهتر. اوکی. پس الگوریتم میتونم اینطوری درایو بکنم. حالا یه مسئله دارم، یه تابع کانکیو دارم به فرمت اکسپکتیشنه، دقیقاً میتونم الگوریتمایی مثل SGD روش بزنم، استوکاستیک گرادینت دیسنت. این الگوریتم چجوری میتونه باشه؟ خب یه دونه رندوم گراف میگیرم
در مرحله اول به عنوان یه سمپل. بعد میگم که یه رندوم ورتکس هم بگیرید. علت این رندوم ورتکس چیه؟ اگه یادتون باشه مولتی لینیر یه سیگمایی بود روی رأسا، درسته؟ یک منهای فلان. خب سیگمایی رو رأسا رو میتونم با چی جابجا کنم؟ اکسپکتیشن روی توزیع یونیفرم رأسا دیگه. این تریک هم میزنم و هر دفعه یه رأس هم باز دوباره یونیفرم رندوم انتخاب میکنم. مرحله بعدی میام پی وی رو حساب میکنم، چون فقط اون تیکه‌ای از ایکس که تو پی وی هم واسه من مهمه. بعد که پی وی حساب کردم، حالا میگم که اگه جمع ایکس هایی که تو پی وی از یک بیشترن، این یعنی چی؟ یعنی افتادم تو تیکه صاف تابع مینیمم یک و سیگما ایکس آی. خب اینجا گرادینت هم چقدره؟ صفر، اصلا حرکتی ندارم. پس اگه این بیشتر شده بود هیچ آپدیتی ندارم. اگه کمتر شده بود افتادم تو تیکه سیگما ایکس آی تابع مینیمم یک و سیگما ایکس آی. خب این تیکه هم که به شدت گرادینتش واضحه دیگه، یک پی وی گرادینت تابع ایندیکیتور پی وی. پس XT به علاوه میشه XT به علاوه مثلا حالا یه لرنینگ ریتی در گرادینت هم که دقیقاً یک پی وی. خب حالا مشکل چی اینجا؟ مشکل اینجاست که الان من فضام آن کانسترین نیست. کانسترینت هم اینه که اوکی توی هایپر کیوب بمونه، یعنی بیافتم بیرون از هایپر کیوب دیگه اصلا معنی نداره، اصلا اینترپرت نمیتونم بکنم. اما اگه من میخواستم مثلا یه مجموعه کاوزوی انتخاب بکنم، یا مثلا میخواستم که از هر گروهی یکی انتخاب بکنم، یه استراکچری داشتم، یه کانسترینت هایی داشتم، اون کانسترینت ها اینجا چی میشن؟ خب تو ترکیبیاتی میگفتم خب تو کام مرحله اون انتخاب کن تمام بشه. اینجا چی کار میتونم بکنم؟ اینجا با برگردم ببینم که اون زیر مجموعه هایی که اون معنا رو برای من دارن تو هایپر کیوب چه شکلی میشن. خب تو هایپر کیوب اینا چیا رو مشخص میکنن؟ یه سری رأس های خاص رو مشخص میکنن. انگار فرض کن یه مکعب دادن بهتون، یه سری رأس های سبزن بقیه قرمزن. رأس سبزا اونایی ان که شرط منو دارن، مثلا زیر مجموعه حداکثر سه عضوی سبزن، بقیه همه قرمزن. خب الان من کجای هایپر کیوب دارم حرکت میکنم؟ اون وسط مسطا. بعد بدونم که این ربطی دارم به این رأسای سبز رنگ یا نه. چجوری میتونم این کارو انجام بدم؟ اگر فینچر بود همون رو همون رأسایی که داری بزنی. چی شد؟ دستم اومد. خوش مؤدب. آها، مثلا یه ایده اینه که پولیتوپی که این رأس سبز رو درست میکنن رو بگیرم. از قضا یه قضیه های خیلی خوبی هستش که این پولیتوپه خیلی پولیتوپه سالم و درست حسابیه، یعنی خاصیت های خیلی خوبی داره. خب پس اگه این امه باشه دقیقا کانوکس حال نقاطی که فیچرهای خوب منو دارن، که طبیعتا یه پولیتوپ میشه دیگه، کانوکس حال یه سری متناهی تا نقطه میشه یه دونه پولیتوپ، اون وقت دقیقا این الگوریتم هم میشه که آقا ایکس تو آپدیت بکن برگرد روم پولیتوپه. اوکی مثلا واسه اینکه مجموعه اسم حداکثر کاوزی باشه این پولیتوپ چه شکلیه؟ من میتونم با یه سری نامساوی این پولیتوپ رو بیان کنم دیگه. ایکس آی بین 0 و 1 باشند، دو این تا نامساوی، و جمع ایکس آیا کمتر مساوی با کا باشد. به راحتی میتونید ثابت کنید که این دقیقاً کانوکس حال مجموعه نقاطیه که حداکثر کاوز دارند. اوکی توی مکعب دقیقاً هم همینه. مثلا واسه مکعب اگه این باشه مکعب سه بودیم، اگه بخوام این مجموعه حداکثر یه عضوی انتخاب بکنم کدوم نقطه سبز میشن؟ حالا سبز ندارم الان، این سه تا نقطه سبز میشن، چهار تا سبز میشن. این که مجموعه توهیه، این مجموعه مثلا یک، اینم دو، اینم سه. حالا کانوکس حال اینا که دقیقاً میشه یه دونه سیمپلکس کوچیک این پایین، با این کانسترنت هایی گفتم کاملا درست میشه دیگه. ایکس آی بین 0 باشن که میگه آقا تو کیوب باش، این صفحه‌ای که از این سه تا میگذره دقیقا میشه سیگما ایکس آی کمتر مساوی با یک. خب پس این امم پولیتوپ خیلی عجیب غریبی نیست که مثلا وای مثلا من باید روی پولیتوپ پروژکت کنم، اما واسه این سری مسئله سخت میشه. خب باید جان کدوم؟ آها آها آره 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 دقیقاً این تیکه محاسبه گرادیان رو اینجا من بازش کردم. دقیقاً کم ترکید از یک بشه اون وقت نکن دو تیکه فعال داره تابعه دیگه، یه تیکه سیگما ایس آیه و اگه اینا از یک بیشتر بشن میشه تیکه فلت یک. خب اگه تو این تیکه باشی که آپدیتی نداری، اگه تو این تیکه باشی تابعت خطیه دیگه، تو این تیکه گرادیان دقیقا میشه نرمال این تیکه.
که دقیقا میشه یک پی وی. اوکی. اما یه نکته ای هست باز دوباره. فرض کنید الگوریتم مثلا 1000 ایتریشن رفتید جلو. به چی میرسیم؟ به این نقطه توی هایپرکیوب میرسیم. لزوما به رأس نمیرسیم. درسته؟ حالا ماجرا چی؟ باید این نقطه رو مپش کنم به یه مجموعه. یعنی به این نقطه رو که گرفتم حالا بگم که آقا این متناظر شو با این رأس. اینم باز پروسه نابدیه. به این کار میگن راوندینگ اصطلاحا. دسته خیلی زیادی از مسائل هستن توی کامبیناتوریال اپتیمایزیشن که به این راوندینگ ختم میشن. تاش یه راوندینگ خوب میخواد. چون به ذات مسئله ما استوکاستیکه و نمیخواستیم زیاد مثلا راوندینگمون خیلی پیچیده بشه واسه هر پلیتوپ یه جور بشه از این حرفا. یه راوندینگی هست باز دوباره جناب وندراک پیشنهاد دادن به اسم رندومایزد پایپج راوندینگ. که رندوم یه الگوریتم به شدت جالب و ساده است. توی پیپرشون میتونید بخونید. پس در نهایت راوند میکنم و جوابم به مجموعه اس ختم میشه. خب حالا کجا من کیفیت جوابم داره کاهش پیدا میکنه؟ خب اگه من میادم مولتی لینیرمو مستقیم ماکسیمایز میکردم به جواب بهینه میرسیدم مستقیم، یعنی تو لوکال ماکسیمم گیر نکنم. گلوبال اپتیمای مولتی لینیر مساوی اپتیمال مثلا. چرا؟ چون جمع یه سری عدد ضرب در یه سری عدد کمتر از اون پای ایکس آی در یک منهای ایکس آی اونا همشون کمتر از یکن دیگه. و ماکسیموم این موقعیه که دقیقا مساوی با اون ماکسیمومش دیگه، چاره ای نداری جز این کار. خب پس جواب مولتی لینیر میدونم اپتیماله. پس بهتر خودم با کی مقایسه کنم؟ با ماکسیموم مولتی لینیر. خب به خاطر اون نامساوی که راجبه کانکاو اپر باوند داشتم که این نامساویه بود، این چیزی که این پایین نوشتم، میدونم که کیفیت من حداقل یک منهای یک ایوم اون هست. پس نقطه نهایی الگوریتمم اون ایکس تی نهایی که میشه بیشینه اون کانکیو ریلکسیشنی که داشتم، این میدونم که حداکثر یک منهای یک ایون فاصله داره با ماکسیموم اصلی مثلا. اما هنوز کار تمام نشده، اینم باید راوندش بکنم. نکته خوبی که این راوندینگ پایپج داره اینه که در میانگین چیزی از دست نمیدید، یعنی نقطه‌ای روی مکعب بهتون میده که مولتی لینیرش مساوی با در اکسپکتیشن مساوی با همون نقطه‌ای که شروع کردید ازش. این توی این پروژکشن است. این ام در واقع پولیتوپ همه نقاطیه که اون خاصیته که شما میخواین رو داره. نمیدونیم کدوم چی؟ نه قرار نیست کسی رو انتخاب بکنیم. ببین ام همون اول دیفاین میشه. ام اون اصطلاح بشه متروید پولیتوپ. مثلا در موردی که حد اکثر کار نفر انتخاب بکنی ام دقیقا میشه این پولیتوپی که میگم. ایکس آی بین 0 و 1 جمع ایکس ها کمتر مساوی کا. بهت قشنگ یه پولیتوپ میده، هر دفعه که حرکت کردی خودتو برگرد رو این پولیتوپ. و یه شهود ریلکس شده خود اون مسئله است دیگه. فرض کنید که اصلا رو خود اون مجموعه ها دارید نگاه میکنید. اگه برداراتون فقط 0 و 1 باشن زیر مجموعه کازوی دقیقا حد اکثر کازوی کدومان؟ اونه که جمعشون حد اکثر کا باشه دیگه، 0 یا 1 هم دیگه. حالا همین رو اکستند کن رو کلکیو، این میشه اون اون متروید پولیتوپ. هیچ کاری هم. اصلا شهودشون کاملا متفاوته. یه مثالی نشون میدم که ببینید کاملا اصلا یه جور دیگه ای کار میکنن. ببین مثلا همین متروید یاداوری میکنه به الگوریتمت که تو باید یه ساختاری حفظ کنی تو هر ایتریشن. گیردی اینو یادش نمیمونه. حواسش پرت میشه. متروید که نمیتونیم کامل بسازیمش. یه الگوریتم افیشنتی هم ما ارائه دادیم واسه پروژه کردن اینو متروید. حالا اگه وقت شد میگم. خب. پس اپروکسیمیشن گارانتی که داریم اینه، الگوریتم یه مجموعه اسی بهتون میده که حداقل اینقدر هست. اون اپسیلونه چیه؟ اپسیلونه واسه مسئله کانوکس اپتیمیزیشن است که داشتیم. اون تاب کانکیو من می‌خواستم ماکسیمایز کنم، یه اپسیلون خطای ادیتیو داره که میتونم حالا هر چقدر که دوست داشتم کمش بکنم. پروفش هم دیگه انجام دادم در حین گفتار. پروفی نداره. خب. یه مسئله دیگه که خیلی بامزه است مسئله اکستمپلار بیس کلاسترینگ. این مسئله یه مدل دیگه ای از مسئله‌ایه که میشه اینطوری حلشون کرد. خب فرض کنید که مسئله کیمیز رو احتمالاً همتون شنیدید دیگه. یه سری نقطه تو فضا دارم، میخوام اینا رو به کات و کلاستر تقسیم بکنم. طوری که هر کسی اساین بشه به نزدیکترین کلاسترش. خب تو کیمیز مشکل، یعنی مسئله اینطوریه که لزومی نداره اون مراکز عضوی از خود مجموعه‌تون باشن. اما تو اکسمپلار باید باشن. مثلا فرض کنید که یه دیتا ست خیلی گنده است، تصاویر صورت‌ها داریم. مثلا این دیتا ست سمت راستیه.
حالا میخواید دیده نمیشه ولی فکر کنم فهمیدم چیه. اوکی. آره. خب من سریع‌تر سعی می‌کنم که تموم بشه. و میخواید به عنوان نمونه مثلا بگید که آقا این دیتا ست 5 تیکه داره، هر تیکه هم یک عکس به عنوان رپرزنتیتیو بدید بیرون. خب منطقی‌تره که اون عکسی که اون مرکز سره رو بدید دیگه. درسته؟ پس کی مینزیه که حالا این خاصیتو داره. این مسئله در واقع یه نسخه از مسئله فسیل ریلوکیشنه. حالا به علت زیغ وقت دیگه من نمی نویسم مسئله صورت بندیشو، ولی یه نسخه از مسئله فسیلیتی لوکیشن که انگار یه سری فسیلیتی دارم، یه سری یوزر دارم، این یوزرها میخوان از این فسیلیتی استفاده کنن، کدوم فسیلیتی ها رو واس کنن؟ دقیقه اینه، فسیلیتی ها و یوزرها این دفعه خودشون فسیلیتی ها و یوزرها نقطه هان. دقیقه هر نقطه یا سنتر هست یا نیست، یا اگزمپل هست یا نیست. اگه اگزمپل شد جزء فسیلیتی هاست، اگه نبود جزء فسیلیتی ها نیست دیگه. پس شبیه کاسنتره، بر کاسنتر کامدو یه سری از اینا تقریبا همشون اینا میشن دیگه، ولی این دقیقا مسئله کاسنتره. خب جالب اینجاست که این مسئله در الگوریتمی داریم در مورد این مسئله هم صد میکنه، منتها حالا چون که من ابجکتیوش رو ننوشتم صرفا تفاوتش رو بگم. مسئله قبلی اکسپکتیشن بود روی دیستریبیوشنی، این مسئله اکسپکتیشنی نداره اصلا، یه سامه. منتها ایده اینه که اون سام رو میشه با اکسپکتیشن تخمین زد. مثلا شما 1,000,000 تا نقطه داشته باشین، تابتون به شکل جمع 1,000,000 تا ترمه، ولی اون 1,000,000 تا ترم جمعشون رو میتونید به شکل اکسپکتد ببینید، و حالا اکسپکتد ببینید دیگه دقیقا میتونید استوکاستیک باش برخورد کنید. یعنی در واقع دو جور مسئله ها میشه حل شه، اکسپکتیشن از دیستریبیوشن آنون، جمع های گنده. خب این الگوریتم من یه فیلمی هست که میتونم بهتون نشون بدم، فیلمشون بدین. این فیلم رو آخرش نشون میدم، چیز دیگه نمونده، مونده جنرالیزیشن کلی که وجود داره واسه این مسئله ها تابای ویتد کاورج، یعنی اینفلوئنس ماکسیمیزیشن، اکسمپلار کلاسترینگ، فسیلیتی لوکیشن، همه اینا نسخه هایی از تابای ویتد کاورج که حالا تعریف اینا و دیگه اینا دقیقاً چی ان، اینا به نظر اونقدر مهم نیست، یعنی این دو تا تایپ مسئله رو دیده باشید کافیه. اینا رو دیگه الباقی رو میتونید توی پیپر ببینید. نتایج هم بسیار خوب و درخشان. بله. نتایج می‌بینید که اصلا خیلی بالای همه چی. حتی برای دوستانی که بیشتر علاقه من بودن یه اکسپریمنت دیگه هم انجام دادیم. من ماکسیمم چقدر وقت اضافه دارم؟ ندارم مثلا. خب. اینا رو مطالعه کنید در پیپر، جالبه. یه مثال نقض جالبم داریم. بله، فیلم رو نشون بدم فکر کنم. مسئله اوپن هم نمی‌رسیم دیگه. خدا. نه این فیلمه رو من بذارم. خب اومد فیلم احل. خب این فیلم دقیقاً اجرای الگوریتم استوکاستیک گرادین دیسنت روی خود اکسمپلار کلاسترینگ. الان اگه میبینید حدوداً 8 تا کلاستر هست تو این شکل، از هر کدوم هم یه تعدادی سمپل گرفته شده، تو هر ایتر این تی مساوی با فلان شماره ایتریشن رو داره نشون میده، این نقطه هم هر دفعه اون نقطه رندومی که پیک میکنه رو داره نشون میده. مثلا اون اینفلوئنسری که بود هر دفعه یه رأس رندوم هم پیک میکرد، این نقطه اون نقطه رندوم است. خب الگوریتم یکم تنده دیگه، یعنی تابسته بهش سریعه. یه نکته دیگه یادم رفت، این رنگا هم دقیقاً میزان اون ایکسیه که الان من هر ایکسی که توش باشم یه برداری از 0 و 1 دیگه. اول کجام؟ رو نقطه 0 0 0 0 0 هم. رو همه 0 هم. یعنی همه یونیفرم. کم و زیاد شدنش با کم و زیاد شدن این رنگ است. رنگ زیاد یعنی به 1 داره نزدیک‌تر میشه. تهش دوست دارم که مثلا برسم به جایی که 8 تا 1 ببینم یه جا. نمی‌بینم تهش البته. خب اینه که خیلی سریع با اینکه داره لوکالی داره نگاه میکنه به مسئله، یه دونه یه دونه داره نقطه رو نگاه میکنه، داره کلاسترها رو دونه دونه تشخیص میده مرکزشون. این کمتر از الان 100 تا ایتریشنه، هنوز کمتر از 1/8 داده ها رو دیده، حتی خیلی کمتر، ولی مرکزها رو خیلی سریع داره پیدا میکنه. بله. تا چند طول میکشه این؟ دیگه جذاب نیست از اینجا به بعدش دیگه. خیلی زیاده.
بله. خب می‌بینید که خیلی قشنگ مراکز رو پیدا کرد. این نقطه اگه راوند بشه دقیقاً اون 8 تا مرکز خوب بهتون میده. با احتمال قوی. یعنی هر چقدر بیشتر طول بکشین به نقطه‌ای میرسید که قوی‌تر میشه راوند میگه. من باز عذر می‌خوام از این که یکم طول کشید. ولی مطلب زیاد بود و وقت اندک.